سرخط خبرها اعلام یک دستاورد بزرگ نظامی سپاه در سایه جنگ غزه در غرب آسیا. حراس شدید آمریکا از افزایش قدرت نظامی ایران و متحدانش در غرب آسیا. و حمله گروه های مقاومت به بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در عراق. به این بسته خبری از پیک خوش آمدید. فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از نصب موشک‌های با برد بالا، مجهز به هوش مصنوعی و فرمانپذیری پیش از شلیک برای شناورهای این نیرو خبر داد. به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، دریادار علیرضا تنگسری روز چهارشنبه در آیین تودی و معارفه فرماندهان منطقه دوم نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بوشهر اعلام کرد با طراحی شناورهای جدید با برد بالای شلیک موشک و مجهز به هوش مصنوعی، تحول و انقلابی در توان بازدارندگی نیروی دریایی سپاه ایجاد شده است. بی‌افزود از جمله مهمترین ویژگی‌های این شناورها داشتن سرعت بالاتر و توانمندی منحصر به فرد است. فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصدیق کرد از دیگر ویژگی‌های این شناورها نصب موشک مجهز به هوش مصنوعی و فرمانپذیر بعد از شلیک است. تنگسری ادامه داد ساخت این شناورها توسط متخصصین ایرانی در نیروی دریایی سپاه نشان از عزم جدی فرزندان این کشور برای خودکفایی نظامی است. وی عنوان کرد استعداد، کمیت و کیفیت از جمله مهمترین شاخص‌ها برای طراحی و ساخت این شناورها با قدرت حمل موشک‌های مجهز به هوش مصنوعی و فرمانپذیر بعد از شلیک است. فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد بخشی از یگان‌های نیروی دریایی سپاه مجهز به این شناورها شده و به زودی تمامی یگان‌های رزمی نیز شامل می‌شود. تنگسری بیان کرد شناورهای با کلاس حاج قاسم با نام‌های شهید صیاد شیرازی و شهید حسن باقری ساخته شده و با الحاق شدن شناور ابو مهدی مهندس به زودی شناور شهید رئیس علی دلواری نیز به ناوگان نیروی دریایی سپاه اضافه می‌شود. و یادآور شد پایان امسال اتفاقات خوبی در حوزه الحاق و ساخت شناور در نیروی دریایی سپاه رقم می‌خورد که نتایج آن در افزایش توان نیروی دریایی سپاه است. فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت در حوزه پهبادی، بردافزایی، لود، باربری با موشک و زیرسطحی همکارهای بزرگی انجام شده است. تنگسری عنوان کرد یک انقلاب بزرگ در ساخت زیرسطحی‌های هوشمند در کشور رخ داده که به زودی دستاوردهای نوین این حوزه رونمایی می‌شود. وی بیان کرد تمامی تحرکات دشمن در خلیج فارس و سامانه‌های زمینی، هوایی، سطحی و زیرسطحی به شکل 24 ساعته رصد می شود. اعلام این خبر از سوی سپاه در حالی صورت گرفته که آمریکا و غرب در سایه جنگ غزه نگران پیشرفت برنامه‌های نظامی ایران هستند. در تازه‌ترین مورد از سه‌شنبه 28 آذر از وضع تحریم‌های جدید علیه صنعت پهپادی ایران خبر داد. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که این تحریم‌ها 4 نفر در ایران و اندونزی و 10 نهاد در ایران، اندونزی، مالزی و هنگ کنگ را هدف قرار می‌دهد. وزارت خزانه‌داری آمریکا ادعا کرد که وزارت دادگستری، امنیت داخلی و خزانه‌داری ایالات متحده در اقدام مشترکی برای ایجاد اختلال در شبکه تدارکات بین‌المللی کمک به تولید پهپاد سپاه این اقدام را انجام دادند. در این بیانیه آمده است که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا 10 نهاد و 4 فرد مستقر در ایران، مالزی، هنگ کنگ و اندونزی را که از تولید پهپاد ایران حمایت می‌کنند تحریم می‌کند. این شبکه به رهبری حسین هاتفی اردکانی مستقر در ایران خرید قطعات آمریکایی و خارجی به ارزش $100,000 برای سازمان جهاد خودکفایی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و برنامه پهپاد آن را تسهیل کرده است. رایان نلسون، معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، در راستای ادعاهای واشنگتن گفت که تولید غیرقانونی و تکثیر پهپادهای مرگبار ایران برای نیروهای وابسته به خود در خاورمیانه و روسیه همچنان به تشدید تنش‌ها و طولانی شدن درگیری‌ها ادامه می‌دهد و ثبات را تضعیف می‌کند. آمریکا در هماهنگی نزدیک با متحدان و شرکای خود به استفاده از طیف وسیعی از ابزارها و اختیارات خود برای مختل کردن این شبکه‌های تدارکات غیرقانونی و همچنین پاسخگو ساختن افراد و نهادهایی که از آنها حمایت می‌کنند ادامه خواهد داد. به گزارش ایرنا، ایالات متحده آمریکا در تداوم حراس از قدرت دفاع بازدارندگی با پهپادی تهران تاکنون تحریم‌های بسیاری علیه جمهوری اسلامی ایران به بهانه‌های مختلف از جمله جنگ اوکراین اعمال کرده که اکنون برای گسترش دایره تحریم‌های خود وضعیت غرب آسیا و جنگ اسرائیل و فلسطین را به عنوان بهانه جدید خود برای تداوم تحریم‌های یکجانبه قرار داده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا تاکنون 4 دور تحریم علیه جنبش حماس به دلیل عملیات طوفان الاقصا در 7 اکتبر اعمال کرده است.
مقاومت اسلامی عراق در ادامه حمله به پایگاه‌های آمریکایی اطراف پایگاه عین الاسد را هدف حمله موشکی قرار داد. به گزارش خبرگزاری فارس، یک منبع امنیتی عراقی اعلام کرده که صبح روز چهارشنبه اطراف پایگاه هوایی نظامی آمریکایی عین الاسد در استان الانبار واقع در غرب عراق هدف حمله موشکی قرار گرفت. این منبع تصدیق کرد که اطراف این پایگاه که نیروهای ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا در آن مستقر هستند، هدف حمله با دو موشک قرار گرفت. بنابر گزارش وبگاه العهد، مقاومت اسلامی عراق چند روز پیش نیز پایگاه اشغالگران آمریکایی در الشدادی واقع در جنوب الهسکه سوریه را با پهپاد هدف قرار داد. مقاومت اسلامی عراق از 7 اکتبر و آغاز جنگ آمریکایی اسرائیلی علیه غزه در حمایت از ملت مظلوم فلسطین بارها پایگاه‌های آمریکا را هدف قرار دادند. ولادیمیر پوتین آژانس‌های اطلاعاتی و امنیتی روسیه را موظف کرد تمامی تلاش‌های سرویس‌های اطلاعاتی غرب برای بی‌ثبات‌سازی اوضاع داخلی کشورش را خنثی کنند. به گزارش روز چهارشنبه از خبرگزاری تاس، رئیس جمهوری روسیه آژانس‌های امنیتی داخلی این کشور را موظف دانست هرگونه تلاش غرب برای بی‌ثبات کردن اوضاع در روسیه یا مداخله در امور داخلی این کشور را خنثی کنند. وی در این زمینه تاکید کرد: ما باید هرگونه تلاش سرویس‌های اطلاعاتی خارجی برای بی‌ثبات کردن اوضاع اجتماعی و سیاسی روسیه، تضعیف صلح مدنی و قومیتی، مداخله در امور داخلی و نقض حقوق حاکمیتی را خنثی کنیم. پوتین افزود: آژانس‌های امنیتی روسیه باید فعالانه‌تر در حوزه مقابله با فساد و دفاع از منافع اقتصادی کشور انجام دهند. به تمامی اهداف خود در عملیات ویژه دست خواهیم یافت. پوتین همچنین در مراسم اهدای جوایز قهرمانان روسیه ضمن قدردانی از خدمات مثال دنی سربازان خاطر نشان کرد، روسیه برای دستیابی به تمام اهداف تعیین شده در جنگ مقابل اوکراین دست خواهد یافت و در این مسیر به همه وظایف خود برای حفظ حاکمیت و امنیت عمل خواهد کرد. رئیس جمهوری روسیه سپس خطاب به سربازان اضافه کرد: تمام کشور و همه شهروندان به شما افتخار می‌کنند و به شما ایمان دارند. شما باید در شرایط سخت جنگی وارد عمل شوید و بر آزمون‌های سخت پیروز شوید. به همین دلیل من مطمئن هستم که به تمام اهدافی که تعیین کرده ایم دست خواهیم یافت. در همین حال جنرال الکساندر سریسکی، فرمانده نیروی زمینی اوکراین، روز سه‌شنبه فاش کرد که نیروهای روسیه عملیات تهاجمی خود را در چندین جبهه تشدید کردند. به گزارش وبگاه صدای اوکراین، جنرال سریسکی گفت که جبهه بخمت محل ویژه‌ای برای فعالیت روسیه است. وی خاطر نشان کرد که ارتش روسیه برای دستیابی به اهداف خود، نیروهای هوابرد پیاده نظام را برای عملیات تهاجمی در این جبهه مستقر کرده است. این فرمانده نظامی اوکراین افزود که هدف ارتش روسیه رسیدن به مرزهای استان دونسک است. به گفته این جنرال، عملیات جنگی در جبهه سیروسک ادامه دارد. سیروسک با اذعان به وضعیت چالش برانگیز موجود گفت که نیروهای اوکراینی مجبورن با برتری روسیه در تسلیحات و پرسنل مقابله کنند. ممنونیم از اینکه تا پایان این بسته خبری با پیک همراه بودید. تا ویدیوهای دیگر، بدرود.